افتخار دعوت میکنم از جناب استاد بهداد نجفی عزیز، مدیر گالری رابادید شهر تهران. دقایقی رو با افتخار همراهی خواهیم کرد، به شرط احسنت همراهی شما عزیزان. جناب استاد خدمت شما است. سلام عرض میکنم خدمت همه حضار گرامی و تشکر میکنم در درجه از سرکار خانم شاهنجرینی برای اینکه مرتب برنامه ها رویدادهای هنری پربار و پرثمری رو رقم میزنن و از شما عزیزان که استقبال میکنین و به رشد و توسعه هنر و همچنین اعتلاء فرهنگ در کشورمون کمک میکنید و بالا پر میدید. حالا بگیرم مطالبی رو که ممکنه کمتر باهاش برخورد کنید یا منابعش خوب در ایران محدودتر عرضه بشه رو انتخاب کنم، مثل مدیریت هنر، بازاریابی هنر، برندینگ هنرمندان، عوامل موفقیت در هنر و جامعه هنری. یه مقاله یادداشتی اخیر من داشتم در روزنامه ایران دیلی که یه مدلی رو تعریف کردم به اسم مثلث موفقیت در هنر که چاپ شد. یه خورده از روی اون مدل براتون صحبت می‌کنم که اصلا موفقیت هنرمندان، همه شما که توی کار هنر هستین قطعا دوست دارین موفق بشید، چی هست و چجوری رقم می‌خوره. برای اینکه بگیم کدوم هنرمند موفقه به صورت مطلق نمیتونیم تعریف بیاریم. اولین نکته‌ای که لازمه که شما بدونید که در هنر موفق هستید یا خیر، انطباق نتایجیه که به دست میارید با اهدافی که از روز اول گذاشتید. پس اولین کاری که یک هنرمند باید انجام بده در موقعی که فعالیتش رو شروع میکنه هدف گذاریه. میخواین چه هنرمندی بشید؟ میخواین هنرمندی که کارشو میفروشه؟ اگر میخواین بفروشین، به کی میخواین بفروشین؟ تعداد آثار زیاد با قیمت‌های مناسب برای عموم مردم یا نه؟ یک اثر فاخر برای قسمت بازار کوچکتر، مثلا که بهش میگن نیش مارکت در اصطلاح. پس اول بایستی یک هنرمند برای خودش هدف گذاری کنه. بعد اینکه هدف گذاری کرد، سه تا مسئله داریم که سه مؤلفه این در واقع مثلث موفقیت هست. یکی سهم بازار هنرمنده. سهم بازار نه لزوماً به این که حتما در بازار باشه. ما دو تا جایگاه داریم که میتونیم هنرمندش مطرح کنیم. یکی جامعه هنری، یعنی در بین هنرمندان، در بین گالری ها، در بین مؤسسات آموزشی، مؤسسات هنری. یکی بازار هنر، یعنی جایی که آثار هنری خرید و فروش میشه و قیمت میخوره. باز در جامعه هنری سه مرحله رو یک هنرمند در دوره عمر هنریش طی میکنه. یکی مرحله ورود به بازار که ایمرجینگ آرتیست میشه، مثل آرتیستی که تازه فارغ التحصیل شده و میخواد وارد بازار بشه. بعد میشه مید کریر، یعنی کسی که در میانه راهه، چند تا نمایشگاه شرکت کرده، گروهی احتمالاً یه دونه انفرادی گذاشته. بعد خدمتتون عرض کنم که کاراش داره خرید و فروش میشه، بیشتر خرید میشه، هنوز به فروش نرسیده در بازار دست دوم. بعدم که میشه استبلیش و تثبیت شده کسی که کاراش تقریباً حکم پولو داره، چندین نمایشگاه انفرادی گذاشته، گوگلش کنین قشنگ شناخته میشه، تو رسانه‌ها هست، تو نمایشگاه هست و بعضن توی حراج‌ها در بازارهای بین‌المللی منطقه‌ای هم کاراش فروش میره. پس باید جایگاه خودتون رو پیدا کنید از نظر جامعه هنری. از نظر اقتصادی اگر میخواین در بازار هنر فعال باشید و موفق باشید، باید هنر رو حتما مثل فعالیت‌های دیگه اقتصادی و اجتماعی ببینید. یعنی وقتی که کار هنری میکنید، تمام مؤلفه‌هایی رو که حاکم بر یک فعالیت اجتماعی دیگه یک فعالیت اقتصادی هست رو بر اون حاکم ببینید، که میشه از مدل‌های انطباقی در واقع بیزینس و مدیریت بر فعالیت هنری استفاده کرد. یعنی اثر هنری رو هم مثل یک خدمت، مثل یک محصول ببینید که میخواد به یک جامعه ارزش بشه، ارزش بشه، باید یه سری خصوصیات داشته باشه. اون خصوصیات میتونه شامل کیفیت اثر، قیمت اثر، نحوه ارائه اثر، چه اثری الان ترند هست، چه اثری رو بازار میپسنده، چه اثری رو جامعه هنری میپسنده، روندهایی که بر بازار حاکمه، کجا باید اثرتون عرضه بشه، به چه قیمتی، به چه نحو باید اثرتون رو ارائه کنید، پروموت کنید. آیا اصلا حتی جزئیات، آیا اثر شما همیشه باید قاب داشته باشه، نباید داشته باشه، چجوری به گالری عرضه میشه و خدمتتون از کنم نحوه قیمت گذاری. این هم میشه در واقع نحوه هدف گذاری و جایگاه گذاری در بازار هنر. نکته بعدی پرسونال برندینگ هنرمنده. هر هنرمندی بایستی برای خودش یک پرسونال برندینگ داشته باشه و در واقع برای یک مؤلفه هایی رو تعریف کنه، یک پارامترهایی رو تعریف کنه که مختص خودش باشه. وقتی از اون پارامترها سوال میشه، در واقع تعریفی که ایجاد میشه شما رو به یاد اون هنرمند بندازه. پرسونال برندینگ در واقع میتونم بگم یکی از مهمترین عامل هایی که باعث تمایز شما میشه.
پرسنال برندینگ در درجه اول با دستیابی به شیوه شخصی نقاشی شما، یا حالا نقاشی که عرض میکنم منظورم همه هنر، ممکن تصویرسازی باشه، به شیوه اصلاح میکنم شخصی خلق اثر شما برمیگرده. شیوه شخصی رو یه موقع با سبک شخصی اشتباه نگیریم. ما برای لااقل در جامعه امروز و در بین هنرمندانی که در حال حاضر زنده هستن چیزی مثل سبک شخصی نداریم. سبک باید شکل بگیره توسط جنبش هنری، بعد بیاد مکتب بشه، حالا غیر ازاله. شیوه شخصی، شیوه شخصی یعنی یه کاریو که میبینن به احتمال مثلا 95% 90% مخاطبان بگن این کار بهداد نجفیه یا این کار نقاش ایکسه. پس اول سعی کنین شیوه شخصی خودتون رو داشته باشین، بعد یک سری فاکتورهایی رو که دوست دارین از اونها در واقع با اونها از شما یاد بکنن و برای خودتون اختصاص بدین و روی اونها کار کنین. حالا این فاکتورها میتونه از کوچکترین مسائلی که یک انسان در زندگی باش سر و کار داره شروع بشه، مثل وقت شناسی، مثل نظم. وقتی گالری بهتون میگه که خود من گالری دارم، دو تا گالری دارم، قشنگ تو ذهنم شکل میگیره که وقتی میگم نمایشگاه باید کار کی بیاد، کدوم هنرمند کارش سر وقت بسته‌بندی شده، آماده نصب، قاب شده، بدون مشکل میاد، کدوم هنرمند کارشو دیر میفرسته، حالا اگه دیپ نیست کارش قاب نکرده، وقتی میاد گیره نصب نداره، و اینا همه موزل ایجاد میکنه و کم کم که شما پیش میرین در بازار روی برند شخصیتون شکل در واقع تاثیر میذاره. حالا از همین جزئیات باید شروع کنید، بعد از شکل گرفتن شیوه شخصی ارائه و خلق اثر و به مسائل بالاتر برسید. نحوه فروش اثرتون چقدر براتون مسائل مادی مهمه. بعد از این خب در واقع شرکت در نمایشگاه ها، شرکت نمایشگاه مناسب، پروموشن، نوشتن یادداشت، مصاحبه های مطبوعاتی، این دارم توصیه میکنم که در مرحله‌ای که انشالله به مید کریر رسیدیم و به بالا از همه این مسائل استفاده کنید و بتونید با شکلگیری یک برند شخصی مناسب، با هدف گذاری مناسب اهدافتون رو مرتب ارزیابی کنید. در واقع در بحث مدیریت هنر ما میگیم بازخورد باید بگیرید. بازخورد ها دو مدله، یکی امپلیفاینگ که اصلا ببینید آیا این هدفی که گذاشتین هدف درستی بوده یا نه، یعنی در واقع اصلا دیوار نردبون رو به دیوار مناسب تکیه دادیم یا نه. اگر دیدیم که هدفتون مناسب نیست، در هر لحظه سعی کنید تغییر جهت بدید. یکی اینکه آیا فعالیت هایی که میکنین در راه رسیدن به این هدف فعالیت های درستی هست یا نه. این موقع شما نردبون رو به دیوار مناسب تکیه دادین، ولی فعالیت هایی که انجام میدین فعالیت های مناسبی نیست، اونجا هم باید اون فعالیت ها رو در واقع اصلاح کنید. پس با بازبینی مجدد و ارزیابی اهداف و در واقع سنجش نتایجی که حاصل کردید میتونید اونم به دست بیارید.